سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه امروزمون رو تقدیم شما میکنیم. این برنامه کمی با برنامه های دیگرمون فرق داره. در قسمت اول خانم میرزادگی برنامه رو تدارک دیدند، در قسمت دوم هم بنده همین دو سه روز پیش در شهر ونکوور کانادا سخنرانی داشتم که فکر میکنم همون رو به جای برنامه معمول هفتگی تقدیم شما بکنیم. خانم میرزادگی بفرمایید. سلام بر شما. روز کوروش هم گذشت مثل هر سال با در واقع سایه پلیس، امنیتی ها و لباس شخصی ها در پاسارگاد و در امسال پشت درهای بسته ایران باستان. 5 سالی که مردمان در ایران و بیرون از ایران روز کوروش رو جشن میگیرن، در ایران همیشه این مشکل بوده. البته سال اول 2004 که 1384 بود، مردم تونستن به پاسارگاد برن و گروه گروه می رفتن، ولی حکومت تاب نیوورد و جلوشون رو گرفت و هر سال بدتر و بدتر شد تا امسال که گویا واقعا یکی از بدترین سالها بوده، اونطور که گزارش دادن دوستان ما، کسانی که رفتن در پاسارگاد موزرم که بستن روز هفتم و ششم و هفتم که در واقع به نوعی جلوی مردم رو بگیرن. اما به قول جوانهایی که گزارش بسیار قشنگی هست روی سایت، اگر برین بخونید، میگن که عنوان مطلبشون این بود که میتونن درهای ورود به پاسارگاد و موزه ایران و باستان رو ببندند، اما نمیتونن جلوی عشق مردم رو به گوینده فرمان آزادی بگیرند. و در این حال یکی از کارهای قشنگی که امسال کردند این بود که حتی یک شعار داده نشده و همه انبوه انبوه جمعیت در سکوت رفتن و برگشتن و در واقع به قول بچه ها این خیال باطل حکومت رو که میخواد از سوء استفاده بکنه، از اینکه بگه این برنامه ها برنامه سیاسیه و جلوی مردم رو بگیره، جلوی این رو در واقع گرفتن. یعنی هیچ کدوم از کسانی که علاقه من بودن به روز کوروش شعاری ندادن، تظاهراتی نکردن و البته اجازه هم نداشتن که داشته باشن. به هر حال اون چیزی که امروز من فکر کردم به جای هر گفته‌ای براتون یعنی در این برنامه بذارم، یک فیلمی از هنرمند جوان و واقعا درخشان نقاش ما که مستندسازم هست، حدود 3 سال خورده پیش همزمان با آبگیری فیلم مستندی ساخت به نام آخرین فریاد. در واقع آخرین فریاد مردمان بود برای اینکه جلوی آبگیری سد سیوند رو بگیرن و تنگه بلاغی رو نجات بدن، که نگوش آقای رحیم مشایی و نگوش آقای احمدی نژاد یک صدم اون فریادها رو شنید یا شنید و اعتنایی نکرد. این فیلم در واقع نشون میده که بعد از 3 سال چگونه اون چیزی رو که کمیته نجات پیش بینی میکرد اتفاق افتاد و کارشناسانی که در ایران و بیرون از ایران بودن اتفاق افتاد. وضعیت کشاورزی اون منطقه ویران شد و آثار تاریخی و فرهنگی ما. در این حال شما در این فیلم خواهید دید که آقای دکتر محمد علی دادخواه، وکیل بزرگوار و وکیل مجانی هزارها هزار ایرانی در داخل و خارج از ایران،
که شکایت برده بود برای ویرانی تنگه بلاغی و میراث فرهنگی و تاریخی ما روی هوا مونده و این فیلم گذشته تنگه بلاغی رو میبینین، اکنونم میبینین و سد سیبند و زمینهای سوخته رو هم خواهید دید. تا برنامه بعد شما رو دعوت میکنم که این فیلم بسیار زیبا رو ببینید، با سپاس از آقای محمد صالحی زاده که مسئول بخش هنری بنیاد میراث پاسارگاد هم هست. سیوم فروردین سال 1386 مارس 2007 میلادی، سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به مخالفت فرهنگ دوستان سراسر جهان و کارشناسان، باستان شناسان و حقوقدانان غیر دولتی ایرانی و بی اعتنا به دلایل مستند علاقمندان به میراث‌های فرهنگی و بشری ایران زمین، دست به یک عمل غیر اصولی زد و با آبگیری سد سیبند، سدی که هیچ سودی نه برای کشاورزی ما داشت و نه برای محیط زیست، تنگه بلاغی، یکی از مهمترین جایگاه‌های میراث فرهنگی و تاریخی ما را به زیر آب غرق کرد. سخن گفتن درباره پرونده سد سیبند و دفاع از هویت، ملیت و میراث ارزشمند دوران باستان ایران امر ساده و ممتنعیه. ساده است یعنی هر کدوم از شما که به این سرزمین عشق دارید، علاقه دارید و میراث ارزشمند اون رو در باورتون جای دادید، میگید چرا کسی در خصوص دفاع و پایداری این میراث گام بر نداره. اما مشکل وقتی که شما در راه روهای دادگستری برید و بیایید و استدلال و دلیل و حجت و برهان خودتون رو بیارید، اما میبینید مثل این که گوش شنوایی نیست. جای نگرانی اونجاست که اگر امروز دستگاه‌های دولتی مبادرت به ارائه منشور کوروش در موزه ایران باستان می‌کنن، از یاد بردن که کلیت این متعلق به مرد آزاده است که حدود 3000 سال پیش، قبل از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاد، قبل از اینکه جامعه ملل ایجاد بشه، قبل از اینکه جنگ‌های خانمانسوز به وجود بیاد که انسان حس بکنه تنها در صورتی میتواند خوشبخت باشد و آزادی را حس کند که همسایه او هم آزاد باشد، که هم نوع او هم در بند نباشد، کوروش بدون هیچ تهدیدی از ناحیه هیچ قدرتی اعلام کرد که بردهداری باید از صحنه جهان برافتد. اگر واقعاً
از خلوص نیت و پایداری و حفاظت و حقوق بانی از میراث کهن این سرزمین سخن است، چرا بر بزرگترین میراث که ذات مقبره اوست هیچ احساس تکلیف و وظیفه نمی کنی؟ داستان این پرونده بسیار گفتم غمباره، علی‌رغم اینکه حدود 7000 نفر از علاقمندان بدین سرزمین، به این فرهنگ، به این میراث، به این تمدن وکالت دادن که ما مسئله رو مطرح بکنیم و پرونده در شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت طرح شد، وزیر وقت نیرو اعلام کرده بود این چه کسیه که مبادرت به این توهین به دولت کرده و باید به علت اینکه برخلاف منویات دولت اقدام کرده تحت تعقیب قرار بگیره. از دیگر سو علی‌رغم اینکه ما برابر موازین بین الملل باید در صورتی به سازمان‌های جهانی حرف خودمون رو ببریم که مراجع داخلی نسبت به اون اعلام نظر موافق نکرده باشن، علی‌رغم اینکه در خصوص پرونده جهان نما این مسئله رخ داد، متاسفانه این بار مثل اینکه کسانی که به این فرهنگ علاقه ای نداشتن نه رأی دادن و نه پرونده را مختومه کردن، در نتیجه ما مواجه شدیم با هیچ مرجعی که تکلیف پاسخگویی نسبت به این امر مهم در خودش احساس نمی کنه. در همین مدت کوتاه 3 ساله علاوه بر اینکه شاهد اثرات تخریبی این سد بر تالاب‌های این منطقه به خصوص تالاب بختگان و خشک شدن و سوختن این محیط زیست ارزشمند بوده ایم، می توانیم نابودی و خشک شدن زمین‌های اطراف تنگی بلاغی و رود پلوار را نیز که همیشه سبز و زنده بود ببینیم. به خاطر بدساختی سد سیوند و بالا آمدن آب‌های زیرزمینی در این منطقه به شکلی آشکار گسترش تدریجی رطوبتی را که بر دشت پسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ فرو می‌نشیند شاهد بوده‌ایم. سد سیوند اصولا از آغاز پای گذاریش غلط بوده. این سد موقعی که 1970 توسط یه شرکت آمریکایی ارزیابی شد و مهندسی شد، اونها هم اظهار نظر کردن که این سد نه ضروریه و نه مفید خواهد بود برای منطقه، ولی به هر حال در طی این 13 سال که طول کشید این سد با هزینه چند برابر هزینه برآورده اولیش ساختن، اثراتی که رو منطقه گذاشته الان داره یواش یواش آشکار میشه. یکی اینکه خود سد رودخونه کلن آب کافی گفته بودیم که نداره برای اینکه همچین سدی رو دریاچه پشت سد رو پر کنه، و دوم اینکه زمین زیر سد آب رفتیه و نمیتونه آب رو نگه داره، بنابراین بیشتر آبی که پشت سد باید جمع بشه از زیر سد رد میشه. به همین دلیل ما شنیدیم که 170 متر مجبور شدن برن در عمق و بتون ریزی کنن، و دیواره های دریاچه هم که پشت سد برنامه ریخته شده بیش از 10 متر ارتفاع نمیتونه آب رو نگه داره، بقیهش آب رو از خودش رد میکنه. این دشواری ها رو همون موقع که سد تازه آغاز شده بود ما گفته بودیم، و در ضمن حق آبای کشاورزان و مالکان زمین در مسیر رودخانه پلوار که اونها رو وقتی بخوان رعایت بکنن این حق آبا رو، دیگه آبی برای جمع شدن پشت سد یا فرستادن برای کشاورزی شهرهای پایین دست نداره. دوم اینکه آبی که پشت سد جمع میشه به علت دمای هوای اونجا برآورد شده حدود 1/3 بخار میشه و از بین میره، بنابراین ما با دست خودمون آبی رو که حتی همون حالت طبیعیش هم برای مصارف کشاورزی و زندگی در مسیر رودخونه کافی نبوده، ما 1/3 رو هدر میشه. خسار محیط زیستی ساخت این سد بسیار
بدتر از خود از دست دادن آب، یکی این که رودخانه تقریبا خشک شده و این برآورد ما اول می‌کردیم. کشاورزان مسیر رودخانه الان نیاز کمبود آب دارن، برای کشاورزیشون آسیب دیده. آسیب‌های دیگر این سد اینه که این رودخانه که به گروه دریاچه بختگان می‌ریخته و الان دیگه بختگان از این آب محروم شده، بنابراین سطح دریاچه آمده پایین و بخشی از ساحل دریاچه نمکی شده و این رودخانه نه تنها کمک به کشاورزی نکرده که اونجا با پراکنده شدن این نمکی که به خاطر کاهش آب سطح آب دریاچه اونجا خشک شده و مونده، با باد کشتزاره پیرامون پراکنده میشه و کشاورزی رو اونجا آسیب زیاد میزنه. آسیب دیگه آسیب برای محیط زیست اکوسیستم مسیر رودخانه است. ماهی هایی که در اون مسیر زیستگاهشون بوده و پرندگان مهاجر که هر سال مانند پلیکان ها که از روسیه مهاجرت میکردن دریچه بختگان، اینها همه همونجور که ما پیشبینی کرده بودیم هنگام ساخت سد بیشترشون به علت کم‌آبی و نمک زیاد کشته شدن پارسال و بقیهشون دیگه از مهاجرت به این منطقه خودداری کرد. سد سیوند یکی از بزرگترین اشتباه های این جمهوری اسلامی بوده ساختنش و فقط ما بهش به عنوان یک منبع درآمد کلان برای اونهایی که دست‌اندرکار بودن نگاه میکنیم. این عملیات زیانبار اما سبب شده است که مردمان ایران و به خصوص جوانها بیش از پیش و آنگونه که شایسته انسان متمدن این زمانه است، توجه روزافزونی نسبت به میراث‌های فرهنگی و طبیعی خود نشان دهند. آنها دریافتند که آنچه سرزمین ما را در این وضعیت حساس و تاریک تاریخی قرار داده، حاصل بیتوجهی و ناآشنایی ما با فرهنگ خردمدار و انسانی خیش نیز هست و راه نجات هویت واقعی و ملی ما از تنگنایی که به آن گرفتار آمده این چیزی نیست جز توسعه و گسترش آن بخش از فرهنگ ایرانی این سرزمین که بر اساس عدالت، نبود تبعیض‌های قومی و مذهبی، احترام به مهر و شادمانی و باور به خردمداری و حقوق بشر ساخته شده است. اگر تخت جمشید را رها کردند تا هر گوشش فرو بریزد و بخش‌های از آن تبدیل به زباله‌دانی شود، این تنها جایگاه شاهان هخامنشی نیست که به این روز افتاده، بلکه با این کار تلاش مهندسین زن و مردی به انکار کشیده می شود که شانه به شانه هم کار می کردند، در میانشان خبری از وحشت ناشی از تبعیض و نابرابری های امروزی وجود نداشته است. اگر تنگی بلاغی را به زیر آب بردم،
اگر کارخانه های باستانی ایران که در زمانه خودشان پیشرفته ترین مراکز صنعتی جهان بودند در آب غرق شدند، یا خانه های کارگرانی به زیر آب رفت که در 2500 سال پیش از کارگران امروز ما مرفه‌تر بودند، ارزش هیچ کدام اینها در خاک و سنگی نیست که از آن ساخته شدند، بلکه اینها ثبت کننده زندگی خردمندانه و رشک‌انگیز زنان و مردانی به شمار می روند که بدون نفت و اورانیوم و مس به نسبت مردمان زمانه خود بهترین زندگی ها را داشتند. آنچه آنها را به نابودی محکوم کرده آن است که در حضور آنها وچه مقایسه ای وجود دارد که مقایسه امروز با آن دیروز تاریخی را ممکن می سازد، و این همان چیزی است که ویرانگران را می ترساند. نه، این تنها آرامگاه کوروش نیست که به صورتهای گوناگون دست خوش ویرانی می شود. یک روز برایش خواب غرق شدن در دریاچه صد را می بینند، روزی دیگر خواب ساختن دریاچه مصنوعی را در کنارش می بینند که محل تفریح و خوشگذرانی خواهد شد، و روزی دیگر برایش تدارک مسجد و کاروان سرایی می بینند. نه، این تنها یک آرامگاه باستانی نیست که قصد نابودیش را کرده بودند یا می‌خواستند پشت سازه‌هایی نامتجانس پنهانش کنند. این در واقع تفکر حقوق بشری کوروش است که هر عامل ضد حقوق بشری را به وحشت و هراس می‌اندازد. ما باور داریم که بیداری فرهنگی ما که از 6 سال پیش شروع شد و در قالب جنبش حفظ و نجات میراث‌های فرهنگی و ملی ما و توجه به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ نمودار گشت، امری کاملا به هنگام روشن بوده و این هیچ ربط و شباهتی با تظاهراتی که اکنون ویرانگران فرهنگ ما اثر ناچاری نسبت به کوروش بزرگ نشان می‌دهند ندارد. ما در هر گوشه از جهان سر بلند کرده ایم، در هر گوشه از سرزمین من روییده ایم و باور داریم که فرهنگ خردپذیر و مهرآفرین و شادمان ما می تواند مهمترین عامل نجات ما و پیوستن ما به جهان متمدن و امروزی باشد. فرهنگی که در قلب خود گوهر احترام به کرامت انسان و مخالفت با تبعیض و بی‌عدالتی را. نظر من فرهنگ ایران خیلی وسیع و خردمندانه است و سراسر ارزش‌های انسانیه، و همین ارزش هاست که شخصیتی مثل کوروش بزرگ رو به وجود آورده. وقتی به توجه که کوروش به حقوق بشر داشته در بیش از 2500 سال پیش فکر کنم احساس خوبی میکنم. درباره فرهنگ و تاریخ ایران وقتی صحبت میکنیم با اون گذشته باشکوه، نام کوروش بزرگ در ذهن ما تجلی پیدا میکنه که بعد از فتح بابل با گونه مهرآمیز و صحبت درباره حقوق بشر در آن دوران کار بسیار بزرگیه، و ما با تکیه برداشت‌های فرهنگیمون آینده روشنی رو میتونیم پیش‌بینی داشته باشیم.
من کوروش آشتی خواهان به ما بلندر شدند. سربازان بسیار من دوستانه اندر بابلگام برمی داشتند. من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترسانده شود. من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت پاس داشتم. درماندگان باشنده در بابل را که به بیگاری کشنده بودند درماندگیشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. همگی آن مردم را که آواره بودند به جایگاه های خیش بازگردانیدم. خدایان سومر و اکد را که به بابل آورده بودند در نیایشگاه هایشان بنشاندم.